چند روزی است که خبری در برخی رسانه‌های فارسی زبان و فضای مجازی مبنی بر مسمومیت تعدادی از کودکان روستای چنار اولیای اسدآباد در استان همدان ایران منتشر شده است. در خبر منتشر شده در این باره ادعا شده که این کودکان به دلیل خوردن شربت نظری دچار مسمومیت شدند و اکنون در بیمارستان به سطح همدان بستری شدند. اما مشخص نیست تا چه اندازه علتهای مطرح شده در آن حقیقت دارد در همین راستا رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان طی اظهاراتی گفت نتیجه بررسی مواد غذایی آب, آشامد... آب آشامیدنی و آزمایش بیماران معید این است که بیماری از نوع اسهال عفونی بوده و عامل دیگری جز عامل میکروبی در این همه گیری محدود دخیل نبوده است رعایت نکردن بهداشت فردی علت بروز اسهال عفونی بوده است از اظهار نظر این مقام ایرانی میتوان به راحتی فهمید که شربت نظری عامل و علت مسمومیت این کودکان نبوده است از سوی دیگر با نگاهی گذرا به روند انتشار اخباری علیه امام حسین علیه السلام و عزاداری در سالهای گذشته توسط دشمنان اهل بیت علیهم السلام به راحتی می توان گفت که انتشار چنین اخباری آن هم با چنین گستردگی انتشار چیزی جز توته علیه دستگاه امام حسین علیه السلام نیست به ویژه اینکه اولا زیر ساخت های مختلف در شهرها و روستای ایران نامناسب است و این امر می تواند یکی از علل اصلی آلودگی و مسمومیت باشد از سوی دیگر هم هر سال میلیون ها پرس غذا و مواد غذایی مختلف در نقاط و شهرها و کشورهای مختلف جهان در ایام محرم میان عزاداران توضیح می شود و نه تنها موجب مسمومیت و بیماری آنان نشده بلکه در بسیاری از حالتها موجب شفای خیلی از بیماران گردیده است لذا به راحتی می توان گفت که انتشار چنین اخباری چیزی جز دروغ پراکنی رسانه است و علت اصلی مسمومیت هرچه باشد ربطی به دستگاه امام حسین علیه السلام ندارد